سلام و وقت شما بخیر باشه توی این بخش از آموزش میپردازیم به سنسور ضربه دقت کنن دوستان که سنسور ضربه رو با سویچ ضربه یا سویچ اینرسی اشتباه نگیرن شکل ظاهری قطعه به این ترتیب هست که توسط یک پیچ به بلوکه سیلند متصل میشه و اغلب بین سیلندهای یک و دو قرار داره کانکتور هم که استفاده میشه رنگای متفاوتی مثل خاکستری یا مشکی ما میبینیم که وصل میشه به قطعه وظیفه اصلی این سنسور این هست که صداهای حاصل از کارکرد موتور رو دریافت میکنه و با تغییرات مقاومت ولتاج ارسالی به ECU رو تغییر میده و ECU متوجه کارکرد موتور میشه. شاید بگیم که صدای حاصل از موتور یعنی چی؟ اگر که جرقه شما آوانس یا ریتارد باشه و جرق و احتراق به صورت کامل انجام نشه پس بنابراین وقتی که احتراق کاملی هم نداشته باشید صدای تولیدی از موتور متفاوت هست و ارتعاشات صدا به این سنسور میرسه و از سنسور این ارتعاشات رو به مقاومت و گفتیم تغییرات ولتاژ تغییر میده این سنسور دارای یه سوکت دو یا سپایه گفتیم مشکی رنگ یا سفید رنگ هست که پایه یکش دریافت ولتاژ 5 ولت مثبت پایه ی دو سیگنال به ECU سی و پایه ای سه به غلاف شیلد روی کاب متصل هست زمانی که ولتاژ به این قطع میرسه همونطور که گفتیم یک مقاومت متغیره با فشار کار میکنه در واقع وقتی که ضربه ایجاد میشه به بلوک سیلند و اون فشار یا حالت پیزو الکتریک میتونه ولتاژ رو کم و زیاد کنه و ولتاژ برگشتی به ای با این مقاومت تغییر پیدا میکنه خب تو بخش آشنایی با اثرات خرابی یعنی چیزی که ما در ظاهر میتونیم ببینیم این هست که با توجه به ظریف بودن عمل کرده این قطعه ما خرابی ظاهری نمیتونیم ببینیم و فقط گاهی مواقع ممکن هست که موتور با لرزش بسیار بسیار کم باشه و اکثرا خرابی این قطعه رو راننده ها به این حالت عنوان میکنن که موتور روونتر یا بهتر کار میکنه یا کار میکرده الان دیگه به اون حالت کار نمیکنه یا بین این حالت توصیف میکنن زمانی که مثلا بنزین معمولی استفاده میکنن یا بنزین سوپر استفاده میکنن تفاوت کار کرده ماشین رو به این حالت به تعمیرکار عنوان میکنن که ماشین من این مورد رو داره البته شاید بگیم که خب کسی شاید بنزین سوپر استفاده نکرده باشه که بدون عملکرد موتورش ما قبل به قولی بنزین سوپر یا حالت بنزین معمولی بوده راحت ترین شکل همون روان تر کار کردن موتور هست که میتونیم عنوان کنیم چون اولین کسی که متوجه میشه یه عیب روی خود رو به وجود اومده راننده ی ماشین است و اون راحت میتونه عنوان کنه که چه حالتی برای ماشین به وجود اومده نکته دیگه که باید بگم این هست که در صورت خرابی این سنسور چراغ چک ماشین روشن میشه پس یکی از قطعاتی که باعث روشن شدن چراغ چک ماشین میشه سنسور ضربه هست اما به چه صورتی ما میتونیم ای بی آبی کنیم اولین کاری که میتونیم بکنیم خب وصل دستگاه ای بی آب هست خوندن خطا هست و در صورتی که حالا کد خطا یا حالا تشریحی بر کد خطا بهمون به نشون داده بشه سنسور رو تعویز میکنیم در صورت تعویز سنسور و درست نشدن خود رو یعنی در واقع شما دوباره ایب رو میخونید و دوباره همون خطا رو به شما نشون میده اینجا دیگه ایب از قسمت ECU هست و نکته دیگه این که این قطعه دارای تست اهمی نیست که ما بتونیم از دستگاه اهمت استفاده کنیم و اهم قطعه رو به دست بیاریم یه نکته دیگه تا یادم نرفته این هست که توی بعضی از دستگاه های ای بیاب، سنسور ضربه رو با ناک سنسور به دوستان نشون میدن چون اسم دیگه یه ضربه یا سنسور ضربه ناک سنسور هست به همین خاطر ممکنه در بعضی از دستگاه های ای بیاب شما ناک سنسور ببینید در همون زمان باید بدونید که منظورش همون سنسور ضربه هست در صورتی که میخواید ببینید که سنسور ضربه به کدوم پایه های ای متصل شده شما باید نقشه هر ECU رو یا هر خودروی رو در سال خودش مقایسه کنید تا به شما نشون بده که پایه های سنسور ضربه دقیقا به کدوم یک از پایه های ای متصل شده و نکته آخر اینم هست که در بعضی از ماشین های قدیمی شما ممکن ناک سنسور رو نبینید اما در یک بازه زمانی کوتاه مدت مثلا سه ماه اول سال شما میبینید ماشین ناک سنسور داره حالا سال چقدر بگیم 85 به طور مثال سه دوم ناک سنسور سه اول ناک سنسور داره سه دوم نداره سه سوم نداره سه چهارم ناک سنسور داره یعنی مشخص نیست که دقیقا به چه صورتی البته این مربوط به خودروهای مدل قدیمی هست ولی خب اکثر ماشین های جدید دیگه میدونیم که سنسور ضربه رو داره فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید تا ویدیوی بعدی روز روزگار خوش